سرخط خبرها و مهمترین ها. یک کارمند سازمان ملل: طالبان گفتند به خانواده های بمبگذاران انتحاری این گروه کمک کنیم. امریکا: هر گونه بحث درباره به رسمیت شناختن طالبان غیر قابل قبول است. در دومین روز عید فطر، مرکز ظهور طالبان انباشته از اجساد این گروه شد. طالبان در تخار و بغلان گشت و گذار زنان در روزهای عید را منع کردند. مشروع خبرها: شبکه خبری CBS نیوز گزارش داده که طالبان نهادهای امدادرسان را مجبور میکنند که به خانواده های بمبگذاران انتحاری این گروه کمک کند. این شبکه خبری روز جمعه در گزارش بر اساس مصاحبه با چندین امدادرسان از شیوه های مختلف مداخله طالبان در کمک رسانی پرده برداشت. CBS نیوز در این گزارش که روز جمعه پخش شد با چندین کارمند محلی سازمان ملل و نهادهای قراردادی محلی در افغانستان مصاحبه کرده است. یک کارمند محلی آژانس پناهندگان سازمان ملل به این شبکه خبری آمریکایی گفته: ما مجبوریم به خانواده های فرماندهان پلیس طالبان، والیان و کسانی که آنها از ما میخواهند خدمات ارائه کنیم. این کارمند سازمان ملل همچنین گفته است: باری والی طالبان به یکی از قراردادهای ما گفت که نهادهای کمک رسانی باید 15% کمک ها را به محافظان او و دیگر پرسنل طالبان بدهند و حالا این دستور به یک هنجار تبدیل شده که ابتدا به طالبان خدمات ارائه شود و بعد به افراد عادی. به این ترتیب یک کارمند یک نهاد غیر دولتی قرارداد برنامه جانی غذا به CBS نیوز گفته که مداخله طالبان باعث شده که سازمان او نتواند تشخیص دهد که به چه کسی کمک رسانی کند. او گفته است: اگر اول با آنها خدمات ارائه نکنیم کار ما ممنوع خواهد شد و دهها بهانه می آورند که جلو کار سازمان ما کلا گرفته می شود و دیگران هم از دریافت کمک محروم خواهند شد. امریکا: هر گونه بحث درباره به رسمیت شناختن طالبان غیر قابل قبول است. معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا با اشاره به اظهارات اخیر معاون سازمان ملل گفت که هدف از برگزاری نشست پیشرو هرگز بحث بر سر به رسمیت شناختن طالبان نبوده است. ودان پتل تصریح کرده است که هر گونه بحث درباره به رسمیت شناختن طالبان در نشست آینده ملل متحد غیر قابل قبول است. پیشتر آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که در دیدار پیشروی دبیرکل این سازمان با نمایندگان کشورها برای افغانستان در خصوص گامهای اولیه در مسیر به رسمیت شناختن طالبان بحث شود. اظهارات این مقام سازمان ملل با واکنش تند گروههای سیاسی فعالان و زنان معترض افغانستان مواجه شده است. گروههای سیاسی و نظامی مخالف طالبان نیز بحث بر سر به رسمیت شناسی طالبان را خیانت به مردم افغانستان عنوان کردند. سپاه آزادی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: شکار طالبان تروریست. در نتیجه عملیات امشب سپاه آزادی بالای تروریستان قومی، مورخ اول ماه ثور سال 1402 در ولایت قندهار، قمندان توله کندک سرحدی سپین بولک به نام مولوی عمران ظهیر همراه با 5 تن از محافظینش که در حین تردد با اراده موتر لنکروزر سرخ رنگ بودند حمله شد. این عملیات در ضایع دغنده کاریز سپین بولک ساعت 11 امشب به وقت محلی به شکل پیروزمندانه به انجام رسید. این اعلامیه در آخر افزوده است: آنهایی که در فضای شبکه های اجتماعی تلاش می نمایند تا حضور ما را کتمان و فعالیت های ما را سانسور نمایند، با آنان نیز رسیدگی خواهد شد. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. طالبان در تخار و بغلان گشت و گذار زنان در روزهای عید را منع کردند. مدیریت ارشاد حج و اوقاف طالبان در ولایت‌های تخار و بغلان دستور دادند که گشت و گذار دسته جمعی زنان در روزهای عید فطر در این ولایت‌ها منع است. مدیریت ارشاد حج و اوقاف طالبان در تخار و بغلان با ارسال مکتوب‌های به امامان و خطیبان مساجد این ولایت‌ها همچنان دستور دادند که آنان باید در هنگام خطبه نماز عید نام هیبت الله خونزاده رهبر طالبان را بگیرند. در مکتوب‌ها تذکر داده شده است که در خطبه نماز عید پیام تبریکی رهبر طالبان نیز به گونه مکمل خوانده شود. به گفته مدیریت ارشاد حج و اوقاف طالبان در این ولایت‌ها مردم از رفتن به خانه‌های مرده‌داران برای عزاداری که باعث تجدید غم و اندوه در روزهای عید می‌شود نیز باید خودداری کنند. در مکتوب نوشته شده است: برای مردم توصیه گردد تا در روزهای عید از بازی‌های نامشروع مانند تخم جنگی، مرغ جنگی و غیره خودداری می‌گردد. گفتنی است که وضع محدودیت بر زندگی اجتماعی زنان کار تازه نیست. این گروه آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان را نیز منع کردند.
عضویت در ناتو، سویدن به نتایج انتخابات ترکیه چشم دوخته است. سویدن که با وصف تلاش فراوان تا هنوز به دلیل مخالفت ترکیه نتوانسته است عضویت سازمان پیمان اتلانتیک شمالی را کسب کند، امیدوار است که انتخابات ماه آینده در ترکیه سبب ایجاد تغییر کلی به سود سویدن باشد. حکومت به رهبری رجب طیب اردوغان در ترکیه تاکنون با عضویت سویدن در ناتو مخالفت کرده و پیروزی مخالفان سیاسی اردوغان ممکن تغییری را در این رویکرد انقره ایجاد کند. سویدن و فنلند چند هفته پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین برای عضویت در پیمان ناتو درخواست دادند. ناتو در اوایل ماه جاری از پیوستن فنلند به این ائتلاف استقبال کرد، اما تقاضای سویدن تا هنوز از سوی ترکیه که عضو ناتو است تصدیق نشده است. برای پیوستن کشور جدید به ناتو باید تمام 30 عضو این پیمان توافق داشته باشند. ترکیه از سویدن خواسته است تا در بدل حمایت عضویت این کشور در ناتو ده‌ها نفر از کردهایی را به انقره بسپارد که به انجام اعمال تروریستی در داخل ترکیه و دخیل بودن در کودتای ناکام سال 2016 آن کشور متهمند. در نزدیک به یک سال گذشته گروه های کرد در سویدن تظاهرات ضد ترکیه را برپا کردند و به هر گونه معامله با آنچه آنان یک حکومت فاشیست در ترکیه می خوانند اعتراض کردند. اما صدر اعظم سویدن ابراز امیدواری کرده است که انتخابات ماه آینده در ترکیه بتواند یک تغییر کلی را به وجود دارد. اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن گفته است اکنون ما منتظر انتخابات ترکیه هستیم. من فکر میکنم هر کس پی برده است که این انتخابات که مربوط به سیاست های داخلی ترکیه است و کاملا قابل درک است، اما نقش اساسی در سیاست آن کشور دارد و در اکثر کشورها نیز چنین است. سویدن قرار است یک قانون ضد دهشت افغانی جدید را معرفی کند که به اساس آن ترکیه را برای تصدیق تقاضای عضویت در ناتو متقاعد خواهد کرد. ترکیه بلافاصله به این انکشاف پاسخ نداده است. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در این مورد گفت البته آنان برخی گام‌ها را برداشتند، اما کافی نیست. ما توقع مساعی بیشتر را در زمان پیش رو داریم. ناتو امیدوار است که تقاضای سویدن قبل از نشست سالانه ائتلاف در ماه جولای تصدیق شود. آلپر کوسکون پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات کارنسکی برای سال بین‌المللی میگوید تصدیق تقاضای سویدن بستگی به نتایج انتخابات ترکیه دارد. این که چه کسی برنده خواهد شد، مقام‌های حکومتی ترکیه آن وقت خواهند توانست به مردم خود و در کل به عموم بگوید که برخی توقعات ترکیه از سویدن در خصوص اجرای شدن آن قانون برآورده شده است یا نه. اما مسائل داخلی ترکیه از پالیسی خارجی آن کشور در انتخابات پیشی خواهد گرفت و به گفته آلپر این موضوع میتواند به نفع تقاضای سویدن برای پیوستن به ناتو باشد. آلپر گفت به ویژه اکنون در شرایط بعد از زلزله و اوضاع اقتصادی ترکیه این بحث بسیار کم رنگ شده است.